انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان نخستین جایزه بین المللی صلح ابن سینا را به پروفسور مایکل بیری، استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان و یکی از محققان شناخته شده جهانی در عرصه هنر و تمدن اسلام اهدا کرد. این جایزه به تازگی از سوی این مرکز بنیان گذاشته شده و به کسانی داده می شود که در عرصه فرهنگ و هنر فعالیت های ارزنده را انجام داده باشند. اما برنده نخست این جایزه کیست؟ دکتر رنگین دادفر اسپنتا در مورد مایکل بیری و کارهای او چنین معلومات داد. اما یک چیز پایدار را من در کارهای گرانقدر شما میبینم. کشف ارزش های فرهنگی و تمدنی سرزمین ما و از این طریق خدمت به همبستگی و نزدیکی انسان های دارای فرهنگ ها و تمدن های گوناگون. مایکل بیری برنده این جایزه میگوید که افغانستان از فرهنگ غنی برخوردار است و ضرورت این می رود که جهانیان هم بیشتر در مورد افغانستان بدانند. هیچ وقت نمی خواستیم فراموش کنیم که افغانستان یک جای است که مأخذ و سرچشمه یک تمدن فوق العاده بوده در قرون گذشته و از برای شناختن به صورت حتی رسمی همین ناموس و ننگ مردم افغانستان را خواستیم جمع کنیم به توسط ای عکس ها که در فرانسه چاپ شدن با وسایل خیلی معاصر و خیلی پیشرفته چاپ کردیم. همین تصاویر فوق العاده که از قلموی بزاد و تلامیزش صورت گرفتن در اوقات پادشاهی تیموری در هرات. رهنورد زریاب نویسنده و پژوهشگر یکی از سخنرانان این برنامه بود. او در این برنامه از تجارتی شدن فرهنگ و ادبیات در افغانستان انتقاد کرد. در چنین وضعیت نامعادل و نامسازی و نابرابر همکاری‌های فرهنگی چگونه میسر شده میشود؟ در این مراسم برخی از مقامات دولتی، دانشمندان، سفرا، محققان و نویسندگان نیز اشتراک کرده بودند. گفتنی است که قرار است پس از این انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان این جایزه صلح را همساله برای اشخاصی که در عرصه های فرهنگی فعالیت دارند اهدا کند. نادر شریفی، روزنامه 8 صبح، کابل.